برخی استدلال میکنن که آلمانی به چه درد میخوره. شاید هم حق با اونها باشه، اما در 45 کشور دنیا بیش از 118 میلیون نفر به آلمانی صحبت میکنن. با من همراه باشین تا با مناطق آلمانی زبان دنیا آشنا بشیم. آلمانی زبان اصلی و رسمی سه کشور آلمان، اتریش و لیختنشتاین هستش. کشور لیختنشتاین با جمعیت 38 هزار نفری و در اتریش جمعیت 7 میلیون و 500 هزار نفری و در آلمان هم بیش از 80 میلیون نفر زبان رسمی اونها آلمانی هست. کشور بعدی کشور سوئیس هستش که زبان آلمانی یکی از 4 زبان رسمی این کشور هستش و بیش از 5 میلیون نفر، یعنی در حدود 60% جمعیت سوئیس، با این زبان زندگی میکنن. در لوکزامبورگ هم زبان آلمانی از سال 1984 میلادی به یکی از زبانهای رسمی این کشور تبدیل شده و 470 هزار نفر از شهروندان این کشور به زبان آلمانی صحبت میکنن. بلژیک هم یکی از 6 کشوری هستش که زبان آلمانی در اون یک زبان رسمیه. برای نمونه در تصویر سردر دادگاه امور اشتغال و کار رو در شهر لیژ میبینین که عباسکریش رو به زبان آلمانی نوشته. زبان مادری 75 هزار نفر از ساکنان این شهر هم آلمانیه. در 9 کشور دیگر اروپایی زبان آلمانی زبان اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده. در مناطق هممرز فرانسه با آلمان 1,200,000 نفر آلمانی صحبت می‌کنند. سردرها و تابلوهای تاریخی حکایت از رواج زبان با لهجه فرانکی آلمانی داره. در ایتالیا زبان آلمانی یکی از زبان‌های به رسمیت شناخته شده اقلیت‌های ساکنان این کشور هستش. تیرول جنوبی تا سال 1919 متعلق به اتریش بوده. همکنون در این ایالت ایتالیا زبان مادری 520 هزار نفر که بیش از 60% ساکنان اون رو تشکیل میدن آلمانیه. اسپانیا یکی از کشورهای مورد علاقه آلمانی‌های مهاجر هستش. در تمام اسپانیا تقریبا 500 هزار نفر آلمانی مهاجر پیدا میشه. در جزایر قناری و مایورکا تعداد زیادی آلمانی زندگی میکنن و در اونجا مشغول به کار هستن. در هلند نه تنها در مناطق مرزی بلکه بیش از 360 هزار نفر آلمانی نیز به این کشور مهاجرت کردند و در هلند مشغول کار و زندگی هستند. ایرلند به لحاظ تاریخی یکی از مقاصد آلمانی‌های مهاجر بوده. ریچارد کاسل آرشیتکت آلمانی در اوایل قرن 18 ساختمان‌های زیادی را در دوبلین طراحی کرده و هنوز هم 100 هزار نفر در ایرلند به آلمانی صحبت می‌کنند. بیش از 100 هزار اسرائیلی به زبان آلمانی صحبت میکنند. اینها بازماندگان یهودیانی هستند که از چنگ نازی‌ها فرار کرده بودند. در میان جان به در بردگان آرشیتکت‌های سبک باهاوس هم بودند که چهره شهرهای اسرائیل و به خصوص تل آویو رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. آلمانی البته زبان جنایتکاران هم بوده و تا 20 سال پیش کسی از این زبان با صدای بلند استفاده نمی‌کرد. زبان آلمانی در روسیه سنت 250 ساله داره. در سال 1763 کاترین کبیر هزاران دهقان آلمانی رو در امتداد رود ولگا سکنا داد. از سال 1990 به این ور هم بخش اعظمی از اونها، یعنی حدود 2 میلیون 300 هزار نفر روسهای آلمانی تبار به آلمانی بازگشتن. هنوز هم از اون افراد، یعنی حدود 400 هزار نفر در روسیه زندگی میکنن که البته همه اونها دیگه به زبان آلمانی تسلط ندارن. تا قبل از جنگ جهانی دوم بیش از 92 هزار آلمانی تبار در قزاقستان زندگی میکردن. در زمان استالین 444 هزار نفر آلمانی تبار از حاشیه رود ولگا اخراج و به قزاقستان فرستاده شدند. هنوز هم 2/3 این جمعیت، یعنی تقریبا 350 هزار نفر در قزاقستان، زبان مادریشون آلمانیه. از اواسط قرن 19 آفریقای جنوبی به یکی از کشورهای مورد علاقه مهاجرین آلمانی تبدیل شده. ارقام متفاوتی بین 100 تا 500 هزار نفر ساکن آفریقای جنوبی که زبان مادریشون آلمانی ارائه شده. برخی از مناطق در آفریقای جنوبی اسامی آلمانی مثل لونبورگ یا هرمانسبورگ دارن. آمریکا یکی از مهمترین کشورهای مورد علاقه مهاجران آلمانیه. تا قبل از شیوع ویروس کرونا سالانه بیش از 10,000 آلمانی به آمریکا برای کار و زندگی مهاجرت می‌کردند. از سال 1940 به این ور بیش از 400 هزار آلمانی به کانادا مهاجرت کردند. در مجموع 430 هزار نفر در کانادا آلمانی صحبت می‌کنند. شهر لونبورگ که در اواسط قرن 18 میلادی ساخته شده
رسما قدیمی ترین شهر آلمانی های ساکن کانادا است. این شهر بندری در سال 1995 در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته. ده درصد تمام برزیلی ها تبار آلمانی دارند که در قرنهای 19 و 20 بنابر دلایل اجتماعی و اقتصادی به این کشور مهاجرت کردند. 1,100,000 نفر در برزیل آلمانی صحبت میکنند. در شهر بولومناو که در سال 1850 توسط آلمانی ها بنا شده، بزرگترین جشن اکتبر یا همون اکتوبرفست در خارج از آلمان برگزار میشه. در نیمه اول قرن 20 آلمانی های بسیاری به آرژانتین مهاجرت کردند. تخمین زده میشه که 400,000 نفر در این کشور زبان مادریشون آلمانیه و هنوز هم بسیاری از ساختمون ها یادآور معماری رایج در آلمان هستش. در پاراگوئه 166,000 آلمانی زبان زندگی میکنه. این کشور از دیرباز مورد علاقه راسیس ها و یهودی ستیزان آلمانی نیز بوده. برهارد فورستر که با خواهر فریدریش نیچه فیلسوف شهیر آلمانی ازدواج کرده بود، در سال 1887 در این کشور محله آریایی ها نووا ژرمنیا را بنیانگذاری کرد که دوام چندانی نیافت. آلمانی زبان ها در 45 کشور دنیا حضور دارند. در کشور آفریقایی نامبیا که زمانی تحت مستعمره آلمان بود، اکنون 20,000 نفر به این زبان صحبت می کنند. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا منو همراهی کردین. لایک کردن این ویدیو فکر نمی کنم زمان زیادی ببره. ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنین تا یوتیوب به افراد بیشتر این ویدیو رو پیشنهاد کنه. بلابدیا گزون، تا ویدیو بعدی، چاو بلا.